سه روز بعد از بازداشت روزنامه نگاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعی با دفاع از این بازداشت ها تهدید کرد که در روزهای آینده برخی دیگر از روزنامه نگاران و خبرنگاران بازداشت خواهند شد وزارت اطلاعات بدون ارائه مدرکی ادعا کرد بازداشت شدگان از اعضای شبکه های رسانه ای متصل به استکبار هستند این عنوانی است که مقام های امنیتی به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میدهند سه روز از بازداشت این روزنامه نگاران در تهران گذشته چند نفری به خانواده هایشان زنگ زدند از این جمع تنها متحرک شفیعی به خاطر بیماری آزاد شده اما از آزادی بقیه خبری که نیست هیچ امروز دو روزنامه نگار دیگر هم بازداشت شدند علی دهقان و فاطمه ساغرچی به این ترتیب 15 روزنامه نگار اکنون در ایران به جمع سایر زندانیان مطبوعاتی اضافه شدند به چهره چون عیسی سهرخیز، کیوان سمیمی و ژیلا بنی یعقوب. با اینکه وزارت اطلاعات این روزنامه نگاران را متهم کرده اما هنوز مدرکی ارائه نداده. این بازداشت ها با حکم دادستان تهران صورت گرفته. اما با اینکه جعفری دولت بادی وعده داده بود جزئیات و دلیل بازداشت ها را میگوید اما بر اساس قوانین بازداشت باید با حکم قضایی باشد و طی 24 ساعت اتهام متهم مشخص شود. روندی که ظاهرا در مورد این روزنامه نگاران بازداشتی رعایت نشده است بازداشت این روزنامه نگاران یک هفته بعد از این خط و نشان غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه بود از بعضی از منابع موثق به من رسیده بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هست در روزهای گذشته رسانه های نزدیک به حکومت و نهادهای امنیتی مثل روزنامه کیهان دلیل بازداشت این روزنامه نگاران را همکاری با رسانه های فارسی زبان ذکر کردند. همین امروز رادیو زمانه یکی از رسانه های بیرون از ایران همکاری با روزنامه نگاران بازداشت شده را تکسیب کرد. سازمان بین گزارشگران گزارش بدون مرز پیش از این بازداشت ها را تشدید جنگ آیت الله خامنه ای علیه روزنامه نگاران نامید که مرتبط با انتخابات خرداد ماه آینده است. منابع غیر رسمی نزدیک به مخالفان دولت میگویند قرارگاه امار برنامه این بازداشت ها را تدارک دیده قرارگاهی که چهره های امنیتی همچون حسن طائب فرمانده سابق بسیج و از نزدیکان آیت الله خامنه ای در آن عضویت دارد آرش سیگارچی صدای آمریکا